در این ویدیو قصد داریم شما رو با 8 رسوایی بزرگ فوتبال در 20 سال اخیر آشنا کنیم. با ما همراه باشید. شماره 8، دستکاری در نتیجه مسابقات بوندسلیگا. توی سال 2005 به لطف یه داور آلمانی به نام رابرت هویزر فوتبال این کشور زیر ذره بین قرار میگیره. این داور در مرکز رسوایی بزرگ مربوط به دستکاری نتیجه مسابقات در بوندسلیگای 2 و جرمن کاپ قرار داشت که بزرگترین این اتفاقات باخت 4-2 هامبورگ به تیم پادبورن در مسابقات سری بی بوندسلیگا بود. هویزر در این بازی برای پادبورن 2 پنالتی بحث برانگیز میگیره و امیل امپنزا مهاجم تیم هامبورگ رو از بازی اخراج میکنه. بعد از مشاهده رفتارهای عجیب و مشکوک این داور داخل زمین، برخی دیگه از داورهای آلمانی تخلفات اونو گزارش میکنن و هویزر زیر ذره بین تیم بازرسی فدراسیون فوتبال آلمان قرار میگیره و چند ماه بعد اون دستگیر میشه. هویزر بعد از دستگیری به کشف یک شبکه شرط بندی کوروات که از اون برای تحقق نتیجه بازیاشون استفاده میکردن پرده برمیداره. هویزر بعد از گناهکار شناخته شدن داخل دادگاه به 2 سال حبس محکوم میشه و تا آخر عمرش هم از داوری و تمام فعالیت‌های مربوط به فوتبال محروم میشه. شماره 7، رسوایی مواد مخدر آدریان موتو. به ندرت دیده میشه که در دنیای فوتبال بازیکنی رو پیدا کنید که شیفته مواد مخدر باشه. آدریان موتو مهاجم تیم فوتبال چلسی اما یکی از نوادر و استثناها در این زمینه است. مصرف تفننی کوکائین توسط موتو در سال 2004 آشوبی به پا میکنه و همه از خودشون میپرسن که چطور اون تونسته علارغم تمامی تست ها و غربالگری هایی که داخل دنیای فوتبال وجود داره از کشف این موضوع فرار کنه. این مهاجم در ابتدا 7 ماه از بازی کردن محروم میشه، اما این پایان راه بازیکن رومانیایی نیست، چون تیم چلسی به خاطر زیر پا گذاشتن مفاد قرارداد از او شکایت میکنه و در نهایت اونو مجبور به پرداخت 15 میلیون یورو از قراردادش میکنه. با این وجود موتو پس از رفتن از چلسی دوران خوبی رو شروع میکنه و با ترک مواد مخدر به تیم فیورنتینا میره و توی تیم فیورنتینا شروع به درخشش میکنه و یکی از بهترین گلزنهای تاریخ این تیم میشه. اما مصرف مواد مخدر توسطش هنوز هم از خاطره های طرفدارای چلسی پاک نشده. شماره 6، کریس رونالدو در لاس وگاس. این بازیکن مطرح پرتغالی در سال 2018 توسط یه زن متهم به تعرض و تجاوز جنسی میشه. لزلی استوال وکیل این زن قربانی در گفتگویی با روزنامه دیلی میل این حادثه رو علنی میکنه. اون میگه که یک زن دیگر هم با اون تماس گرفته و از تعرض رونالدو به خودش خبر داده. البته اون اسم هیچ کدوم از این زنها رو افشا نمیکنه. رونالدو در ابتدا نسبت به این اظهارات واکنش شدیدی رو نشون میده و کل اونها رو رد میکنه. ستاره پرتغالی و یوونتوس تاکید میکنه که بعضی به دنبال مشهور کردن خودشون هستن و این قضیه رو از طریق وکیل خودش پیگیری خواهد کرد. مجله آلمانی اشپیگل هم سند جدیدی رو از این اتفاق منتشر میکنه که در اون از توافق دو طرف برای حل این موضوع به وسیله پرداخت 375 هزار یورو توسط رونالدو به این زن شاکی اشاره میکنه. در وجود داشتن این مدرک شکی وجود نداره و حتی اسکرین شات از این مدرک هم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده و حتی امضای رونالدو، مایورگا و وکلای دو طرف هم زیر این کاغذ دیده میشه. در این سند بازیکن پرتغالی متعهد شده نتایج آزمایش‌های خود در رابطه با بیماری‌های مخابراتی به مایورگا رو نشون بده تا اون مطمئن بشه که به بیماری خاصی مبتلا نشده. جالبتر این که رونالدو در سال 2007 هم به دلیل رابطه نامشروع با دختری جوان 2 شب رو توی بازداشتگاه شهر منچستر میگذرونه و باعث خشمگین شدن مربی سابقش سر الکس فرگوسن میشه. شماره 5، روابط نامشروع رایان گیگز. رایان گیگز بازیکنی بود که میتونست همیشه تصویر خوبی از خودش به تماشاگرها ارائه بده و در دوران حضورش داخل منچستر یونایتد نماد حرفه‌ای‌گری محسوب میشد. در کنار دیوید بکام که همیشه توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب میکرد، گیگز یه فوتبالیست برجسته و یه مرد خانواده شناخته میشد. به همین دلیل بود که وقتی خبر رسید وی علی‌رغم داشتن همسر و فرزند با زن دیگه به نام ایموجن توماس و حتی
زن برادرش به مدت 8 سال رابطه داشته، همه طرفداران منچستر یونایتد رو شوکه کرد. این رسوایی باعث شد که حتی پدر گیگز نیز اعلام بکنه که وی به خاطر پسرش احساس شرمندگی میکنه. اما حتی این رسوایی هم مانع نشد که گیگز رهبری تیم فوتبال ولز رو از دست بده و هیچ کس نتونست که بازوبند تیم ملی ولز رو از اون بگیره و به حضور درخشانش داخل منچستر یونایتد هم ادامه داد. شماره 4، جان تری و وین بریج. در حالی که اسم رایان گیگز در میان رسوایی های دنیای فوتبال یه اسم و یک حادثه غیر منتظره و شوکه کننده بود، اما سخته که بگیم جان تری مدافع سابق تیم چلسی نیز شرایط مشابهی داشت. او بازیکنی بود که همواره به خاطر حرکات و جنجال‌های خاصش داخل زمین طرفدارانش رو شگفت زده می‌کرد و به همین دلیل وقتی در سال 2010 خبر رسید تری با نامزد وین بریج رابطه نامشروع داشته، بسیاری اصلا شوکه هم نشدن. برای وین بریج که هم در تیم باشگاهی و هم داخل تیم ملی انگلیس همبازی جان تری بود، چنین خیانت غیر قابل تحمل بود. به نحوی که بعد از ترک چلسی وقتی داخل بازی‌های باشگاهی رو در روی جان تری قرار می‌گرفت، حاضر نمی‌شد با اون دست بده. اما این رسوایی باعث نمی‌شه که همسر تری از او جدا بشه، اما موجب میشه که فابیو کاپلو بازوبند کاپیتانی تیم ملی انگلیس رو از او بگیره و همچنین این رسوایی باعث میشه که او تصویر بدی رو بین خانواده‌های انگلیسی از خودش به جا بذاره. شماره 3، کالچیو پولی. وقتی که پای رسوایی در میونه، فوتبال ایتالیا رو به سختی میتونیم فراموش کنیم. و همیشه تصویری که از فوتبال ایتالیا داخل ذهن ماه، تصویر مالکانیه که از پرداخت مالیات فرار میکنن و یا تحقیقات مربوط به دستکاری در نتیجه مسابقه و بسیاری دیگر تخلفات مربوط به مافیا رو از راه اصلی خودش خارج میکنن. اما بزرگترین رسوایی فوتبال این کشور باعث میشه که تیم فوتبال یوونتوس که قهرمان سری آ هم بوده به دسته پایین‌تر سقوط کنه. در این رسوایی که به عنوان کالچیو پولی هم شناخته میشه، بعد از افشای تماس‌های تلفنی بین مدیران باشگاه‌های فوتبال و مقامات فدراسیون فوتبال این کشور، مشخص میشه که برخی از باشگاه‌ها برای انتخاب داوران و دیگر مقامات برگزار کننده بازی‌های خود دخالت داشتند. علاوه بر یوونتوس، برای تیم‌های میلان، لاتزیو، فیورنتینا و رجینا هم تنبیهاتی در نظر گرفته میشه. اما یوونتوس در این میون بیشترین خسارت‌ها رو تحمل می‌کنه. و نه تنها قهرمانی این تیم داخل فصول 2005 و 2006 از این تیم پس گرفته میشه، بلکه به سری پایین‌تر هم سقوط میکنه و مجبور میشه که فصل جدید رو داخل سری پایین‌تر و سری B شروع کنه. همچنین امتیازات زیادی هم ازش داخل سری B کم میشه. در نتیجه این اتفاقات، ستاره‌های مثل فابیو کارناوارو و زلاتان ابراهیموویچ تیم یوونتوس رو ترک میکنن، اما جیجی بوفون، الیساندرو دل پیرو و پاول ندوت همچنان داخل یوونتوس میمونن و با قهرمانی داخل سری B دوباره به اوج فوتبال ایتالیا برمیگردن. نکته جالبتر اینه که تیم ملی فوتبال ایتالیا درست داخل سالی که این رسوایی لو میره، قهرمان جام جهانی میشه. شماره 2، سپ پلاتر، رئیس سابق فیفا که هیچ وقت از جنجال دور نبود، یکی از شخصیت‌های دنیای فوتباله که در چند دهه اخیر بیش از هر شخصیت دیگه‌ای مورد نکوهش قرار گرفته. علارغم اینکه اتهامات زیادی به او نسبت داده میشه، اما نسبت بدرفتاری و تجاوز جنسی، رشوه دادن، دخالت در انتخابات و سوء مدیریت مالی تنها بخشی از اتهاماتیه که متوجه این مقام سابق فیفاه. اون همراه با میشل پلاتینی در سال 2015 به خاطر تخلفاتشون به مدت 8 سال از فعالیت‌های فوتبالی محروم میشن. همچنین شایعه‌های زیادی وجود داره که اون مبالغ هنگفتی رو از دولت قطر، همچنین دولت آلمان برای دادن میزبانی جام‌های جهانی به این دو کشور گرفته. و شماره 1، قتل آندرس اسکوبار. متاسفانه در صدر این فهرست موضوعی قرار داره که نشون میده در دنیای فوتبال هم ممکنه چنان شرایط جدی بشه که به قتل بازیکن بیانجامه. بعد از اینکه آندرس اسکوبار، مدافع تیم ملی فوتبال کولومبیا، در جام جهانی 1994 به اشتباه دروازه خودشون رو باز میکنه، تیم ملی کولومبیا بازی رو از آمریکا میبازه و از دور مسابقات جام جهانی حذف میشه. بعد از این اتفاقات، تیم ملی کولومبیا به همراه اسکوبار به کشور برمیگرده و
و اسکوبار در یک مسابقه تلویزیونی میگه که در اون لحظه فکر میکرده که داشته کار درست رو انجام میداده و به اشتباه دروازه خودشون رو باز کرده، اما از همه مردم کشورش هم عذرخواهی میکنه. هومبرتو مونورز یکی از نوچه های اسکوبار بزرگ، بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر تاریخ و از آدمکش های معروف کارتل مواد مخدر کولومبیا که ظاهراً پول زیادی هم داخل شرط بندی جام جهانی به خاطر گل به خودی اسکوبار از دست داده بوده، نمیخواسته به راحتی از این ماجرا بگذره. یه شب که اسکوبار فوتبالیست همراه با دوستانش خوش میگذروندن، در پارکینگ منطقه‌ای در مدین با مونوز روبرو میشن. مونوز تپانچه خودش رو بیرون میکشه و 6 گلوله به سمت اسکوبار شلیک میکنه که بلافاصله باعث مرگ اسکوبار میشه. با وجود اون اشتباه مرگبار، طرفداران اسکوبار هر ساله مراسمی رو به یاد اون برگزار میکنن و یادش رو گرامی میدارن.